متشکرم. درود به همه دوستان، وقت همتون بخیر. من اتفاقا تایتل اتاق رو دیدم حقیقتا خیلی خوشحال شدم، چون خیلی منتظر بودم که دوستان که خلاصه میتونن اتاقهایی با شنوندگان خلاصه به صورت میانگین مناسب باشه تشکیل بدن راجع به این ادعا، چون بخوایم حالا چه راست چه دروغ، چه بخوایم باور کنیم یا نکنیم، بزرگترین جمع براندازان از کسایی هستن که جمهوری خواه هستن یا کسایی که پادشاهی خواه هستن، اصلا کمتر یا بیشترشون مهم نیست، ولی بزرگترین طیف براندازان این مملکت هم. من دوست جناب آرمین دیگه صحبتشون شنیدم، یه مدت هم قطع شدم متاسفانه و نتونستم بشنوم. کنی پیشنهاد خوبیه، اصولا باید این دو طیف با هم دیگه اتحاد تشکیل بدن. خدمت شما عرض بکنم تا قبل براندازی واقعا نباید صحبت‌های متفرقه راجع به اینکه در آینده قرار چی بشه بشه. اگر هممون به صندوق رأی، به دموکراسی اعتقاد داریم، باید همه چیز رو بسپاریم به صندوق رأی. و خدمت شما عرض کنم که از سازمان‌های بین‌المللی هم اجلاس ارگان بی‌طرف برای اولین انتخاباتمون دعوت کنیم برای نظارت به این انتخابات. خدمت شما عرض بکنم که من به عنوان پادشاهی‌خواه، حالا اصلا فکر میکنم الان موقعش نباشه که من بخوام توضیح بدم که چرا برای ایران سیستم پادشاهی رو انتخاب میکنم. شخصا بنده یک آدمی هم که سیستم جمهوری رو تو ذهن خودم خیلی مناسب تر میدونم در کل یک حکومت، ولی صرفا به علت یه سری دلیل که خودم دارم توی موقعیت الان ایران پادشاهی خیلی راحت تر میتونه دموکراسی رو تضمین کنه. خدمت شما عرض بکنم که اکثر پادشاهی‌هایی که من باشون صحبت کردم، اکثرا به این که یک رفراندومی انجام بشه و نوع حکومت مشخص بشه اعتقاد دارم، تا اونجایی که بنده من از طرف خودم شخص من خودم میخوام صحبت کنم. ولی متاسفانه یک سری از دوستان جمهوری خواه که البته من مطمئنم براندازن، مطمئنم هستم نیتشون خیره، تو همین فضای کلاب هاوس هم هستن که اصلا با مقوله این که سیستم پادشاهی یکی از گزینه‌های رفراندوم در آینده ایران باشه مخالفند. من تا قبل از اینکه تو فضای کلاب هاوس بیام هیچ وقت نمی‌دونستم که چرا یه سری یک عده‌ای از دوستان جمهوری خواه مخالفت میکنن. همش تو توییتر مخصوصا خیلی سوال میکردم، حالا اونجا کامنت و منشن گذاشتم بود، زیاد نمیشد توضیح بدیم همدیگه رو راجع به نظرات خودمون، ولی خب این فضا ایجاد شد موجب شد من متوجه بشم دلایل این دوستان چیه. یکی از دلایلی که اصلا این دوستان جمهوری خواه برای اینکه اصلا سیستم پادشاهی حق نداره توی سیستم توی انتخابات آینده نقش داشته باشه اینه که میگن اصلا خود این رأی گیری از نظر دموکراسی مشکل داره، چون شما میخواین رأی بدین به طور مثال که یک دیکتاتوری حاکم بر ایران بشه، و مثالشون اینه که خدمت شما عرضم که مثلا انگار تمام مردم کشور به رأی بذارن که آیا فلان شهر مردمش رو بر فرض مثال به قتل برسونن. خب این یک ادعایی از جمهوری خواهان متاسفانه یه همچین تصوری دارن. منم الان اصلا نمیخوام به چالش بکشم اون تصور رو، ولی چون شما دوستان جمهوری خواه هستین، احساس میکنم دوستانی که جمهوری خواه بودن هم این رو ران کردن، خیلی دوست دارم راجع به نظرات این طیف از جمهوری خواهان از زبون شماهایی که موافق اتحاد هستین بشنوم که حالا نظر خودتون چیه، یا اصلا موافقین با همین قضیه یا نه. متشکرم، بنده ارزم تمومم. بله بله، منم اتفاقا بر همین باور بودم و این مقاطع من بود که برای اینکه ببینید اصلا قابل اصلا در یه حد دیگه است. شما درسته که کسایی که به لیبرال دموکراسی اعتقاد دارن، ببینید لیبرالیسم و دموکراسی با هم یک تناقضی دارن. خب یعنی لیبرالیسم داره دموکراسی رو محدود میکنه، لیبرالیسم داره میگه بله دموکراسی داریم ولی همه چیز رأی اکثریت نیست. یک سری اصولی هست، اصول لیبرالیسم، که کسی به نمیتونه بهش رأی بده، مثلا حقوق اقلیت ها، خب مثلا شکنجه نمیتونی بکنی، مثلا بردهداری نمیتونی داشته باشی، خب مثلا حقوق زنا، اینا بر اساس لیبرالیسم، اصول لیبرالیسم میگه بغیر از اصول لیبرالیسم بقیه چیزا رو ما رأی میدیم. خب ولی حالا اینکه خط رو کجا میکشیم که چه چیزی هست که به خاطر لیبرال بودنش رأی نمیشه بهش داد و چه چیزی داره میشه بهش رأی داد، این خط مشخصی نداره. یعنی مغلطه این بود که ما داریم میگیم شما نمیتونید به همه چی رأی بدین، به همه چی رأی داد، همه چی رو که اکثریت تعیین نمیکنه. برای همین به پادشاهی هم اینکه پادشاهی مشروطه هم باشه اکثریت نمیتونه تعیین بکنه، در صورتی که مثلا شکنجه دادن مردم کجا،
حقوق اقلیت ها کجا و چه میدونم بردهداری کجا، اینکه پادشاهی مشروطه‌ای که قابلیت سکر، حالا نمیگم پادشاهی مشروطه باعث لیبرال دموکراسی میشه، بعضی از این پادشاهی ها مثلا مغلطه میکنن میگن چون خیلی کشورها پادشاهی مشروطه هستن ولی لیبرال و سکولار هستن پس پادشاهی مشروطه باعث لیبرال و سکولاریزم میشه. من اینو نمیگم، من میگم نشون داده که قابلیت سکولار و لیبرال بودنشو داره. برای همین نباید به اندازه بردهداری و شکنجه ما بگیم حساسیت نشون بدیم بگیم اکثریت نمیتونه اینو تعیین بکنه. بله اکثریت میتونه به اینو تعیین بکنه. خب اگه بخوام پادشاهی مشروطه باشه، یعنی میتونیم در اون حد باشه که بپذیریم که اکثریت یه رفراندوم برای همین چیز بذاریم. بعدم اگه بگم پادشاهی رأی دادن به پادشاهی رأی دادن به دیکتاتوریه، اینا این جمهوری خواهایی که اینا میگن فرق بینه نمیدونم فکر کنم سلطنت مطلق یا پادشاهی مطلق رو با پادشاهی مشروطه نمیدونن. آقا پادشاهی مشروطه دیکتاتوری نیست، مثلا برای همین مشروطه است یعنی لزوما دیکتاتوری نیست. خب البته مشروط به چی ها؟ خب با پادشاهی مشروطه ای قبلا تو ایران بوده، مشروط به شریعه بود، به دین به قوانین اسلامی بوده. خب ما میگیم پادشاهی مشروطه یعنی مشروط به لیبرالیزم، این پادشاهی مشروطه رو میپذیریم اگه قرار باشه چیزی بیاد، ولی نه لزوما دیکتاتوری نیست. پادشاهی مطلقه که میتونه که لزوما دیکتاتوریه، پادشاهی مشروط هم میتونه دیکتاتوری باشه ولی لزوما دیکتاتوری نیست. نمیدونم جواب شما رو دادم مارس، نمیدونم سوال این بود. مارس هستی؟ بله متشکر. من همین صرفا میخواستم نظر شما رو بدونم، حالا خیلی باهاشون بحثا کردیم متاسفانه، حتی قرارم نیست کسی رو قانع کنه ولی به نتیجه نرسیدیم. دوست داشتم نظر این طیف جمهوری خواهانم خلاصه بشنوم. ممنونم، من شنونده هستم جناب آرمین. خواهش خواهش. نیستن اون طیف جمهوری خواهان اینجا الان فکر نکنم هستن، اگه هستن میشنویم که جمهوری خواهانی که با من مخالفه و میگن یه رفراندوم نباید بشه، اگه بیان حتما حرفشون هم میشنویم.